کرمی که فقط بر کف این خاک خزیده است، کرمی که فقط بر کف این خاک خزیده است، البته که غیر از خس و خاشاک ندیده است. واقعا آقای احمدی نژاد جز با آخوند با کس دیگه که سرکار نداشته که. بنابراین همه رو خیال میکنیم مثل آخوندا خس و خاشاک هست. جای مؤتمن الملک ها، دوام السلطنه ها، امیر کبیر ها، مصدق ها چه کسی نشسته؟ شرماور این آدم کاراش. کرمی که فقط بر کف این خاک خزیده است، البته که غیر از خس و خاشاک ندیده است. ای نخل سرفراز جهان جوان، ای نخل سرفراز جوان، کرمک مفلوک بالاتر از این فکر حقیرش نرسیده است. بالاتر از این فکر حقیرش نرسیده است. این ملت رزم است که برخواسته هوشیار، این ملت وزم است که برخواسته هوشیار، وان ملت وان دولت ظلم است که این گونه خمیده است. این نسل جوان وطنم هست و بنازم درسی که گرفته است و رهی را که گزیده است. درسی که گرفته است و رهی را که گزیده است. صندوق به دوشی که گذشت از سر بازار، صندوق های رای رو برداشته بودن و در می رفتن. صندوق به دوشی که گذشت سر بازار در 22 خرداد 88 دزدیست، دزدیست که از این حوزه به آن حوزه دویده است. صندوق به دوشی که گذشت از سر بازار دزدیست که از این حوزه به آن حوزه دویده است. پیغمبر دزدان که نشسته پس پرده با ریش سفید و عمامه سیاه مثل مار سیاه و سفید، پیغمبر دزدان که نشسته پس پرده، این سرقت بی سابقه را نقشه کشیده است. با سارق صندوق بگویید، با سارق صندوق بگویید که این بار، این بار که افسوس این بار برای تو کسی نه رأی نداده است. البته من آخرین واژه چامه هادی خرسندی رو عوض کردم، چون ایشون چیزی نوشته بود بر وزن کشیده است و دویده است و خمیده است، این بار برای تو کسی رأی، اونطور قافیه را آورده بود ولی من نوشتم نداده است، به دلیل اینکه برای بزرگداشت و احترام به بینندگان ارجمند سخن دیگری در این برنامه گفته نشد. به نام خدای ایران و به نام ملت ایران، ملتی که بابک ها رو میزاد، یعقوب ها رو میزاد، فارابی ها، رازی ها، ابن سینا ها، امیر کبیر ها، نادر ها، فردوسی ها، فردوسی ها میزاد، به نام این ملت برنامه رو می آغازم. برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی. چامه رو که در آغاز شنیدید همونطور که آمد هادی خرسندی چامه سرای لطیف اندیش گفته. امروز در برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی با فردوسی خیلی کار داری. پیش از اون به چند پرسش که به وسیله پست و فیسبوک و ایمیل و فکس رسیده جواب میدم. باز هم میگم بینندگان ارجمند، همیهنان گرامی، من زیاد به فیسبوک سر نمیزنم، دوستان دیگری سر میزنند به فیسبوک من و پرسش هایی که شده برای من ایمیل میکنند و من پاسخ میدم. اگر این دوستان یاری نکنن، بدبختانه من نمیدونم پرسش های از من چیه. فعلا این پرسش هایی که در فیسبوک شده براتون میگم. سرور احمد دانشپذیر
میپرسه آیا عکس رضا پهلوی که در آغاز برنامه شما نشان داده میشود نشان روش سیاسی شماست؟ به هیچ وجه. دوستی که این برنامه ها رو بر روی یوتیوب میگذاره، چون لوگوی برنامه در گذرگاه تاریخ بلنده، از کوروش شروع میشه به محمد رضا پهلوی و پسرش شاهزاده رضا پهلوی ختم میشه، برای اینکه وقت کمتری در فیسبوک در یوتیوب بیاد اینا رو بریده و اون آخریش مونده بوده که من ازشون خواهش کردم که یا همه عکس ها رو بذارن یا اون عکس رو هم نذارن، فقط همونجا که نوشته در گذرگاه تاریخ رو بذارن. بر این پایه پاسخ شما همون است که نخیر، روش سیاسی من چنین نیست. البته من به هیچ روی با شاهزاده رضا پهلوی نه درگیری دارم و نه دشمنی و نه خردگیری، چون چیز ناپسندی از ایشون ما تا کنون ندیدیم، مگه بیماریم که با ایشون در بیافتیم؟ سخنانی که گفته تا حالا همش بر پایه دموکراسی بوده. بیننده دیگری در یعنی دوست دیگری در فیسبوک نوشته اگر صد را با سین بنویسیم پس اون صدی که جلوی آب می‌بندند چی میشه؟ آیا اشتباه نمیشه؟ نخست این که اون صد تشدید داره، صد میگن، بعد اون تازیه، پارسیش آب بند یا بند، با بند امیر داریم، بند امیر کبیر داریم و بندهای مختلفی بوده که در گذشته بوده و به جای واژه صد عربی به کار می‌رفته. و البته خوشبختانه سرور احمد دانشپذیر پاسخ این سرور رو به نام بیان دژم دادن. پرسش دیگر اینه آیا درست است که یهودیان نیاکانشان از ایران به جهان خارج در 3000 سال پیش مهاجرت کردن؟ نه، درست نیست، برای اینکه یهودیان اصلا 2700 سال پیش به ایران آمدن، بلکه کمتر، 2500 خورده ای سال پیش، و کوچه بزرگ اونها فقط در زمان فرمان روایی این آخوندها و ملاها صورت گرفت. این پرسش رو سیامک هوشنگ کرده. و واپسین پرسشی که به وسیله فیسبوک شده، آیا نهج البلاغه را به راستی علی نوشته؟ آیا او اصلا سواد داشته؟ احمد دانشپذیر: روشن نیست، چون اصولا نهج البلاغه را سید رضی نوشته، یک ایرانی، یعنی به گفته خودش اون رو ادیت کرده، ویرایش کرده و گفتن که این از علی هست و واقعا هم روشن نیست که ایشون راست بگه. این پرسش هایی بود. دوستی با نامه پرسیده که من کتاباتون رو خوندم فلان و بگذاریم از مهربانی هایی که کرده، بعد میگه که در مورد نام و نام خانوادگی شما را باید به پارسی برگردانیم به شرح زیر. قاطع یعنی قطع کننده و برنده. دوست عزیز من، نام خانوادگی من قاطع نیست، انقطاعه. شما نوشتید قاطع یعنی قطع کننده و برنده، بعد نوشتید که قطع به معنای جزم و یقین و بریدن از هم چیزی نیست. کجای شما در واژه نامه ها ببینید که قطع به معنای جزم به معنای یقینه؟ بنابراین اصل پایه درست نیست. و بعد نوشتن جزم هم به معنای بریدن و استواری و عزم است. هیچ کدوم اینا درست نیست. قطع به معنی بریدنه، به معنی گسستنه، و انقطاع یعنی گسسته شده، بریده شده. بعدم نوشتن ناصر یعنی یاری کننده و یاور. خب این درسته. بنابراین بهتر از فامیل شما دکتر یاور پایدار باشه. اصلا چنین چیزی نیست و واژه ها رو اینطور درست نگفت. این پرسش های کوچکی بود که شده بود. میپردازیم به یک جستار بسیار
جالب و بلند که بارها و بارها و بارها من در همین برنامه هام راجع به این گفتار سخن گفتم. حالا مسئله این است که حالا یا این برنامه ها رو دیدن یا کسانی دیگر هم در ایران هستن روشنتر از همه ما، اونها آمدن در یک وبلاگی برداشتن پرسش هایی کردن از مسجد، از اون آقای مسجد چمکران درباره این کثافتکاری ها و پلیدکاری ها و کارهای ابلهانه و سبکسرانه ای که میکنن و در چاه ها پول نامه میندازن که جوابشون رو از امام زمانی که تو اون چاه هست و حتما هم تا حالا روماتیس گرفته بس تو چاه نمور نشسته اینو جواب میخوان. یه آقای اینو برداشته در وبلاگش نوشته که اسم اون شخص رو ننوشتن ایشون. آقای مسجد هم که پاسخ اینها رو داده اونم نام خودشو نگفته، ولی از گفتگوشون ما میتونیم بفهمیم که چی گفتن و اینها چجور پاسخ دارن میدن. میگه همان گونه که دوستان استهزار دارند، اول اردیبهشت 89 یکی از آقایان محترم در وبلاگ شخصی خودشان مطلبی را که در حاشیه گفتگویی با تولیت محترم مسجد مقدس چمکران، مسجد بقیه مسجد ها مقدس نیستن ها، چون مسجد چمکرانه مسجد مقدس شده، و بحث های مختلفی را به این بهانه مطرح گفت. نه خیر قربان، بحث های منطقی رو مطرح کردن، نه بحث های مختلفی رو. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مسجد مقدس چمکران، پایگاه اطلاع رسانی داره این دم و دستگاه خرافاتی و دم و دستگاه احمق پرور چقدر گسترده شده. بعد از درج این مطلب خوانندگانی هم وارد سایت شدن، یعنی این شخص محترم، این دوست گرامی ایرانی هر کی بوده، نکته های بسیار جالبی رو مطرح کرده که حالا بهش میرسیم. زنان و مردانی هم آمدن توی این گفتگو شرکت کردن و نظرات گوناگونی در برخی از موارد اصل، حالا میرسیم به این مسئله، اینجور که من دارم میخونم اصل کلی این است که آقا اگر ما مسلمانیم جز خداوند هیچ کس رو نباید بپرستیم و از هیچ کس نباید توقع شفا، گشادگی کار و یا شفاعت در نزد خدا رو داشته باشیم، چون هر سه اینا دکان آخونده، چون به صراحت در قرآن نوشته ولا تدعو مع الله احدا. آخه آخوند مگه کره؟ مگر نمیبینه یا سوء نیت داره؟ که حتما سوء نیت داره، و یا نادانه. وقتی در قرآن میگه هیچ کس را به جای خدا فرا نخوانید، مستقیما با خدای صحبت بکنید و وارد معامله بشید. حالا چاه درست میکنن، امام نادیده اون توی چاهه، بعدم هی نامه میندازن اون تو، هی نامه، نامه هارم حالا چون ابله زیاده نرماده کردن تو چاه ماده ها، زنا باید بریزن تو چاه نرها هم مرد. حالا در برخی از موارد اصل توسل به اولیاء الله و مسئله شفاعت را زیر سوال بردن، کار بسیار زیبایی کردن، گفتن آقا جز به خدا به کسی نباید توسل که، اولیاء الله کیه؟ تمام این اولیاء اللهی که شما میگید که در سر اونها، در قله اونها پیامبران قرار دارن، اونها تازه نقشی در آفرینش ندارن، نقشی در گردش این جهان ندارن، نقشی در گردش ستارگان ندارن، نقشی در گردش این کهکشانهای عظیم ندارن، تازه اون پیامبرانشون. مگر غیر از این است که آقای آخوند بی سواد، مگه غیر از این است که خداوند گفته محمد تو فقط رسولی، یعنی اینی که من میگم به مردم بگو، دیگه کاری نیستی. به همین دلیل میگن فقط رسول الله نام پیامبر اسلامه. حالا وقتی به این صراحت هست، چجوری اینا چشماشون رو هم میذارن و گوشاشون رو میبندن و برای احمق کردن مردم، برای پول داوردن،
میان میگن که بیاین به اولیاء الله توسل بکنید، یعنی بت پرست بشید. یعنی هر اندازه امامزاده ما داریم که 8000 خورده ای میگن هست، حالا بیشتر کم داریم دارم، 8000 خورده ای خدا تو ایران بسازید، برید به اونا توسل کنید. و اون نامه مسئله شفاعت رو هم زیر سوال برده، یعنی میگه که جز خدا از کسی هم نباید شفاعت خواست. این رو هم در قرآن هست و آخوندها ندید میگیرن از بس حق بازن. میگه و منزل لذی لا یشفع عنده الا باذنه، هیچ کس نمیتواند شفاعت هیچ کسی را در نزد خدا بکنه. آقا از این روشنتر مگه میشه گفت؟ هیچ کس نمیتواند شفاعت کسی را در نزد خداوند بکنه مگر با تصمیم و اجازه او. یعنی او باید فقط کار خودشو انجام بده، نه اینکه او بگه خاله بیا شفاعت کن، این که خیلی مسخره است. خدا بگه این آدم مجرمه، حالا تو بیا شفاعت کن، نه، مگر اینکه خود اون ببینه درباره این آدم چه تصمیمی میگیره. و توصیه کردند که نباید فریب این بدعت ها را خورد. راست میگه. حالا اینا ببخشید کک افتاده تو تنشون، دیدن ای مردم سر در آوردن، میگن آقا یعنی چه تو چاه نامه بندازید شفاعت بخواید؟ اینا عریضه نویسی تو اون وبلاگ نوشته، عریضه نویسی به هر شکلی که باشد بدعتی است که توهم طلاب آن را ساخته است. بعد میگه دیگری به آیه شریفه قرآن که میگوید لا تدعو مع الله، همین که گفتم، احدا، اشاره کرده و میگوید مستقیما با خدا وارد گفتگو شد، لازم نیست به شفاعت متوسل شوید، اینها خرافات و مردود است. و مسجد خود مسجد شمکران جعلی و تقلبی و بر طبق یک خواب ساخته شده. خیلی زیبا در اون وبلاگ متاسفانه این اومده جواب اونا رو بده، اصل مسئله رو همه رو چیز کرده، گفته آقا اصل خود این مسجد، اصل این حقه بازی ها، چاه درست کردن ها، امام زمان آوردن اینجا، همه اینا رو بر اساس یک خوابه که حالا معلوم نیست اون شب اون آخوند چند پرسل و کباب خورده این خواب رو دیده، معلوم نیست، ولی بر اساس اون خوابه میگن بوده. و بر اساس یک خواب موهوم ببینید چه دکانی باز کردن اینها. به هر حال و باید این مسجد ویران شود زیرا شرک است. کاملا درست میگه، شرکه. برخی اظهار داشتن کم کم به جایی میرسیم که اصلا ثابت شود وهم و خرافه و بستن آویزه های فراوان به دین اسلام از جانب شیعیان بوده و ظاهر فریبی بس است، دست از این کار بردارید. این عین اون وبلاگ رو نوشته. چند نفر از بازدید کنندگان از روی استهزا نوشتند خداوند در قرآن می‌فرماید ادعونی استجبت لکم، خداوند هم چیزی رو نگفته است نامه بنویسید. آهام، میگه خداوند گفته که هر چی می‌خواید ادعونی، منو بخواید، منو دعوت کنید و من اجابت میکنم، بر میآورم خواست شما رو. نگفته که بیاید نامه بنویسید بندازید تو چاه برای که یه امام موهوم بیاد جوابتون رو بده. تازه اصل خود امامم بود، یعنی خود علی، حسین، حسن، اینا که زندن، نه اونی که موهومه، خود اونها هم در زندگیش یه آدم بودن. چند بار من بگم امام چهارم زین العابدین سراسر عمرش مریض بوده، این چه جوری خودشو معالجه نتونسته بکنه؟ علی چطور نمیدونست که تو مسجد میزنن با شمشیر میکشنش؟ علی گفته بود اگر مردم با یه شمشیر اونو بزنیدش، اگر آورده، نمیدونسته. حسین نمیدونسته میرن میکشنش، باقر العلوم نمیدونسته آیندهش چی میشه، امام جعفر صادق که بهش میگن بحر العلوم، اقیانوس العلوم، نمیدونسته پسرش قبل از خودش میمیره، امامش کرد بعد خودش پسر زودتر مرد و اسماعیلیه رو پدید آوردن. اینا هیچ کدوم نمیدونستن،
چه برسه به یه امام موهومی که ساختین گشتینش تو چاه؟ تازه اونم اون حسین ابن سعید این کارو کرد، برای که تو اون یه سردابی داشت که اون روغناشو میذاش، پولا رو هم برمی‌داشت از احمق‌ها و سبکسرایی که آورده بودن به امام قایب بدن، میگره میبرد تو اونجا قایم میکرد، میگه بله من امام توی چاه هستم، تو سرداب هستم. و این موند رو اینا، امام چرا تو چاه هست؟ حالا خنده آوره، آقای پروفسور احمدی نژاد میگه این مشایی، آقای رحیم مشایی، ایشون با امام زمان هر روز گفتگو میکنه، سحری میخوره، افطار میخوره. بابا این چطور این یه نفر فقط اینو میبینه؟ به هر روی نوشتند خدا میفرماید ادعونی استجب لکم، نگفتند که نامه بنویسید و مراحل اداری را برای من طی کنید تا اجابتتون کنم. شما را امیدوارم اجابت کنم، شما را امیدوارم علمای سنی ما شیعیان را به افراطی‌گری ببخشایند، چون در اهل تسنن این حرفا نی، این حقه بازی ها فقط مال آخوند است. دیگری نوشته است سلام برای اون آقایی که همه این داستان ها رو گفته که یعنی چی شما نامه می نویسید برای امام اینا، یه شنونده، یعنی تمام مردم اینا رو می دونن. برداشته نوشته سلام، دمت گرم، واقعا به موقع زدی به هدف. و یکی خود را از وکلای دادگستری معرفی می کند، می گوید مفارقت میان ایمان و شرک در اهمیت به همین مسائل است، وگرنه اگر شما این کار بکنید ایمان ندارید، شما مشرکید. راستم میگه، یک مشت مشرک مفتخوره پول از داخل ذریح جمع کنه بیکاره ای که خیال میکنن که عیسی رشته مریم بافته هستن و بالاتر و برتر از همه مردم هستن، اون بالا نشستن و تو سر مردم میزنن، آدم ها رو میکشن به نام خدا و به نام رسول خدا و خودشونو بالا میدن و مفتم میخورن، فقط سوار کول 5% مردم به راستی ابله در ایران شدن، به راستی نادان. آقا چرا میری پول میریزی تو این زری؟ آخه آقا جان، تو خدا در قرآن میگه من از رگ گردن به تو نزدیکترم. من اگر میگم پس فردا نمیدید راجع به قرآن تفسیر قرآن دارید تفسیر، نه، من از قول خودشون میگم، میگم آقا تو که قرآن رو قبول داری، خدا میگه من از رگ گردن به تو نزدیکترم. چی رو بلند میشی میری قوم اون رارم؟ آقای احمدی نژاد چندین میلیارد پول دادن، عجیبه، بابا جونشون اونجا رو اسفال کردن، میری اونجا نامه میزی تو چا برای که حضرت بخونه؟ آقا حضرت فارسی بلد نبوده، اگر بوده، حالا که اصلا نیست، برون به همین مسائل است. به بعضی از برادران اهل تسنن حق میدهیم که از سر علم و دلسوزی برخی از اشتباهات ما را تمسخر کنند. بعد از این برداشت‌ها توسط یکی از طلاب فاضل حوزه علمیه قم پاسخی نسبتاً مستدل به مطالب مطروح در زیر داده شده که اون پاسخاش خیلی جالبه و نویسنده وبلاگ رو متوجه اشتباهات خودشون کرده. با این بحث‌ها و گفت و شنودها که موجی از خوشحالی برای بهانه‌جویان و مدعیان و حاله ای از غم برای دوستان اهل علم و اهل اولیاء الله فراهم آورده، برای اینا حاله غم برای اونا دوستی داره برده. سایت رسمی مسجد مقدس شمکران تصمیم داشت بیانیه این بحث‌ها رو منتشر کنم و اجازه ندهد بدون جهت مسائل اصلی زیر سوال برود و به خاطر برخی شبهات بی اساس معارف اصیل مکتب اهل بیت علیه السلام، وای وای این اهل بیت ما رو کشت، و مبانی قرآن مورد خدشه قرار گیرد، ولی خیشتنداری کرد تا شاید این موج بخوابد و نیازی به ادامه بحث نشود. اما متاسفانه چنین نشد و صاحب بلاگ مزبور در پاسخ به نوشتار آن طلبه فاضل دایره سرزنش و سوال خود را گسترش داد
و بحث‌های تخصصی که باید در حوزه علمیه در جمع دانشوران مورد بحث قرار بگیره، در جمع دانشوران قرار بگیره، شما به اندازه یک الف تا ب منطق ندارید، جا ندارید که صحبت کنید. آقا دو کلام، آیا باید به خدا توسل کرد یا به امام موهوب؟ امام که نمی‌بینینش، بقیه هم که همشون دیدیم چیا بودن اون 11 تا. بر روی در ادامه، حالا دلیلایی که سایت مسجد آورده جالبه، در ادامه روایات مربوطه عریضه ای را که امثال شیخ طوسی در مصباح، شیخ طوسی در مصباح گفته، چه آدمایی، کفعمی در بلد الامین مرحوم محدث قومی در منتهی الاعلام آوردن به خاطر اعراض علما و فقها و بیتوجهی آنها مردود دانسته. راست میگه، یه مش دیوانه یاوگو نشستن کتاب نمیشه. مفاتیح الجنان، مفاتیح الجنونه. به هر حال بعد وقتی که کار بالا میگیره، اجازه بدید من این، چون بسیار شیرینه و بسیار مفصله و بحث بسیار جالب دیگری را هم داریم، دنباله این بحث رو میگذاریم برای هفته آینده که ببینیم آقایون آخوندهای امام درشت بزرگ آیت الله جواب این حرفهای منطقی این آقا رو چه جور دادن، که میگه آقا اولا اون البته جرأت نکرده بگه امام وجودی نداره، گفته فرض میکنیم از توسل به اون شرک حرف حساب زده، گفته وقتی خود خدا میگه به من رجوع کنید هر کاری دیگه بکنیم شرکه. این جستار رو میگذاریم دنبالش رو برای هفته آینده. من از وارتان ارجمند خواهش میکنم که آگهی ها رو پخش کنن، بعد برگردیم به یک مسئله بسیار بسیار مهم و جالب. بینندگان ارجمند، دیروز نامه شگفتی آور و ضمناً ستایش انگیزی از دوستی به دستم رسید که من شایسته میدونم در اینجا در این زمینه توضیح مفصلی بدم. این دوست ارجمند سرور رحیم اسماعیل زاده است که در سازمان فضایی آمریکا کار میکنه و به مسائل این سازمان و مسائل فضایی بسیار وارد و آگاهه. این یار گرامی ضمن فرستادن روزنامه اسپیس دیلی، یعنی نشریه روزانه خبری ناسا، این یک نشریه است که ناسا سازمان فضایی آمریکا هر روز منتشر میکنه و فعالیت‌هاشو در اونجا مینویسه. در این نامه‌ای که ایشون برای من نوشته مژده جالبی رو به من داده. داستان رو من به طور خلاصه میگم، بعد از وارتان ارجمند خواهش میکنم که این دوست ارجمند رو بیاره روی خط و من تمام مسائل رو از ایشون بپرسم و هر دوی ما، من و شما، یعنی همه ما، نه من، ما که دو نفر نیستیم، همه ما بتونیم این رو گوش بدیم. داستان اینه که سفینه مسنجر که هم اکنون به گرد کره بهرام، عربیش میشه مریخ، به دور کره مریخ میگرده، چندین حوزه و حفره و گودال رو کشف کرده و گردانندگان و کارشناسان سازمان ناسا برای 10 تا از این، ببینید این اتاق فرمان، این نشریه روزانه ناسا رو گذاشته جلوی دوربین، میبینید اسپیس دیلی نوشته و این یه عکس کوچیکی هم که اونجا هست سطح کره مریخ نشون میده و برای این 10 گودال و یا 10 حفره‌ای که پدید اومده نام 10 دانشمند بزرگ جهان رو روی اون گذاشتن و هم اکنون من با این دوست گرامی سخن میگم و ببینیم داستان از چه قراره، بعد با هم گفتگو میکنه. الو بفرمایید جناب اسماعیل زاده. درود فراوان. ناصر انقطاع دارنده PhD. درود بر شما و درود. ندارد به هر نامی که خانی سر برارد. این جمله ای بود که خود شما بله. از حکیم زنده یاد ابوالقاسم فردوسی به من گفتید. بله.
جناب اسماعیل زاده، شما در ناسا کار میکنید و به مسائل فضایی زودتر از هر کسی آشنا میشید. این نشریه رو که برای من فرستادید که خیلی سپاسگزارم دیدم، خواهش میکنم خود شما برای بینندگان من توضیح کافی رو بدید که این داستان کشف این 10 گودال در مریخ و نامگذاری رو اونها چی بوده؟ بله، البته من باید خدمتتون عرض کنم من در ناسا کار نمی کنم. من چند سال خودم شخصا چون علاقه به علم و دانش و مخصوصا تحقیقات فضایی دارم، از این لحاظ مقالات می خونم و بله. چون من دیدم اکثر گفتگویی که با من دارید راجع به مسائل فضایی و دیسکاور و فلان اینا مطالبی دارم که می خونم، جمع و جور می کنم و بعدم خلاصه شو در یه دفترهای چندی می نویسم. البته تا حالا مقالاتی هم یا کتابهایی هم در این مورد چاپ نکردم. بفرمایید. به فرمایش عزت با گوشمون به شماست. داستان چیه؟ این مسنجر در اونجا چی کشف کرده و چه نامهایی گذاشته؟ ببینید، اینجور که این اسپیس دیلی میگه، بله، با حضورتون که تایتلش هم هست، بله، الان روی پرده تلویزیون هست. بله، الان تصویر همون نشریه روی پرده تلویزیون هست. هستش؟ بله بله. همینی که خدمتون فتوکپی دادم؟ بله 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 هستش. خب ببینید، سازمان هستش که بهش میگن International Astronomical Union. بله. یونین یک از گروه متخصصین و دانشمندان بزرگ و افراد نویسنده و خلاصه همه گروه جمع میشن در اونجا. هر سال میان، اگر اشتباه نکنم هر سال، اگر موقعیتش باشه شاید هم بیشتر، جمع میشن راجع به این تحقیقات فضایی و علمی صحبت میکنن و بعدم اسمایی هم که لازم باشه میذارن. توجه فرمودی؟ بله بله. در این مورد اومده قسمت اینه که میخونم براتون، مسنجر ساینس تیم که یه به حساب یه گروهی هستن، بله، اومدن در مورد این اسپیس به حساب کراتر که اومده این فضانورد، این به حساب این سفینه ببخشید، اومده دور کره مریخ گشته از سال 2008، بله، به مرتبه این قضیه رو انجام داده، به طوری که مرتبهش در سال در اکتبر بوده، در یک مرتبهش در حضور تون ارز کنم که جنوری سال 2008 بوده و یه مرتبه هم در سپتامبر 2009. بله. خب این آخرین شما میخواییم که الان مورد نظر ماست، این مسنجر چه کار کرده و چه چیزی رو پخش کرده و چه نامهایی گذاشته و اون که منظور ماست چی بوده، کی بوده؟ کنن که مسنجر اومده بعد این تحقیقاتی رو که فرستاده به زمین، توجه کردید؟ بنابراین مسنجر، ببخش جناب اسماعیل زاده، پس این مسنجر نام اون ماهواره است که داره دور کره بهرام میگرده، دور کره مریخ داره میگرده. بله. خب این مسنجر اون اسم اون سفینه است، بله، که داره داره کره بهرام میگرده. جمله فارسیش هم شما بسیار زیبا گفتید، همون مریخ که مرکوری هست. بعد اومدن این چون سطح کره مریخ در مرور چندین میلیون بیلیون سال مورد حمله به حساب استروید و یا سنگ‌های آسمانی و سنگ‌های سری اینا قرار گرفته، بله، این سطح این تقریبا خیلی افره داره. بله، توجه می‌کنید؟ بله، بله. شکل هم اگه ببینید خیلی افره، بله، داره. بله، بله. این افره بیشتر در اثر این به حساب تصادفی بودی که به وسیله آستروئیدها، یعنی سنگ‌های فضایی، کامت‌ها، یعنی همه، بله، ستاره دنبال دار، متئوریت و، بله، متئور و بخصوص چیزا شده، اینجوری شده. بله، بخصوص خودش هم کره مریخ یک جیولوژیکالی هم داره داشته. بله. خب اومدن دیدن که
این 52 تا از این مدت از این حفره‌های معروف پیدا کردن، بزرگا و معروف. بله. 42 تش قبلا بود و بعد 10 تا دیگر هم پیدا کردن. بله. به وسیله همین کمک پس این اواخر این 10 تای دیگه پیدا شده. حالا بله. این به خصوص این گروه مسنجر ساینس تیم اومدن برای اینا نام گذاشتن. بله. خب این گروه کیان؟ یه عده دانشمندن، یه عده تاریخ دونن، یه عده نویسندن، یه عده هنرمندن، توجه می‌فرمایید؟ یه عده به حساب تحقیقات فضایی دارن، استاد دانشگاه هستن و آدمایی هستن با استاد و فهمید و اینا. بله. بعد اومدن رو این 10 تا آخر اسم گذاشتن. خب این اسماری که گذاشتن باید در اون به حساب اینترنشنال چیز International Astronomical Union باید تصویب بشه. چون از سال 1919 این کارا شده، یعنی به وسیله اون IAU که مخفف همون چیزی که گفتم. خب اینا باید به اونجا بدن و بعد اونجا هم رو اینا تحقیق میکنن، اپروف میکنن، به حساب میگن بله درسته یا تغییر میدن یا فلان. بله. توجه فرمودید؟ بله. خب پس این کار که شده، این اون به حساب IAU هم این مطالعات اسما اینا رو قبول کرده، یعنی پذیرفته. پذیرفته. خب من از آقای وارتون خواهش میکنم که اون بخش آخری رو درست کنن، جلوی دوربین بگذارن. شما بفرمایید آقای اسم زده، ما گوشمون با شماست. بله. که از این 10 تا اسمای مختلف هستن که همین جایی که میبینید در این اسپیس دیلی که خدمتتون دادم و مشخصاتش هم هست، مربوط به مارچ 18/2010 که وبسایتش هم اینا هست. خب این 10 تا رو گشتن. یکی از این 10 تا از زنده یاد مرد بزرگ ایران زمین، حالا میگیم اصلا گیتی. بله گیتی شد، حالا میگیم کهکشان دان، حالا میگیم کهکشان، اصلا ما میگیم مرد منظومه شمسی شده. نه من گیتی رو همون جهان فارسی. بله، جهان عربی مثل جهان، لغتش عربیه جهان. نه جهان فارسیه، نخه جهان از جهیدن میاد دیگه، چون در حال جهشه. گیتی هم همون فارسیه، عربیش دنیاست. خب گیتی هم همون لغت فارسیه دیگه. بله بله گیتی هم. آخه گیتی رو معمولا گیتی به این دانشمند بزرگ اسم قبول کردن. این دانشمند بزرگ ایرانی که شاهنامه رو نوشته، زنده یاد حکیم ابوالقاسم فردوسی، درود بر آقای وارتون، اون رو بذارید بمونه. این شخص رو قبول کردن که یکی از اون به حساب کراتر ها، از اون گودال ها رو به نام ایشون از اون دهتا بذارن. یه لحظه جناب اسماعیل زاده، چون شما تلویزیون ندارید، من مجبورم توضیح برای بینندگان بدم. بینندگان ارجمند، از اینجا میبینید این پاراگراف ها رو که نگاه میکنید، آخریش رو نگاه کنید، اونی که پایینه. یه فلش هم آقای اسماعیل زاده زدن وقتی برای من فرستادن، نوشته فردوسی، این البته چیزش پلو خود من هست، اونجا شما بینید، نوشته فردوسی فور حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی 935 که تولدشه، 1020 که مرگشه. بعد توضیح داده که این آدمی است که شاهنامه رو درست کرده و زبان فارسی رو تقویت کرده و زبان فارسی رو نگه داشته. تمام اینا در این پاراگرافی که دیلی اسپیس چاپ کرده هست. من منتظر سخنان شما هستم، بفرمایید. بله همینجوری که فرمودید سرور گرامی درست فرمودید، ولی این قسمت آخرش هم اگه اجازه بفرمایید من یه قسمتی هم. بله حتما. Persian people and این مهمه of the Iranian word. بله بله، زبان فارسی، لغت فارسی مهم دیگه. بله بله. توجه، یه چیز بزرگ در گیتی شده، در دنیا شده. بله به بله. همین صورت این به این صورت تصویب شده و یکی از این حفره ها به نام ایشون گذاشته شده. یک جهان سپاس. بعد هم همینجور که عرض کردم، قبل ها هم اینا 42 تا پیدا کرده بودن، اونا رو هم اسم گذاشتن. حالا من یه مطلبی خدمتون بگم، تنها در مورد کره مریخ میگم، مریخ، کره عطارد، همین بهرام نیست، مرکوری، در بین در خیلی سیاره های دیگری هم که همین حالا اینا تحقیق کردن، مثل فرض کنید مارس، مریخ یا جوپیتر، مشتری، ماهای اینها. بله بله. اینا اومدن نامهایی هم برای کوه ها، دشت ها، دریا ها. بله بله. به حساب
دریاهای منظور نه آب، دریاهایی که وجود داشته در قبل حال شد نیست، ترجم کنید. برای این همه اینا اسم گذاشتن. درست. که اگر مثلا میگن در چیز این یکی از این حفره‌های کره مریخ به نام زنده یاد حکیم ابوالقاسم فردوسی، این حفره کجاست؟ این در کره مریخ، در بهرامه. تمام ببخشید میگم عطارد بهرام، تمام این مشخصات این حفره کجاست؟ آیا در چه التیتودی، در چه به حساب فاصله از خط استواش به بالا، یا در نورت استوا یا در جنوب استواش قرار گرفته، یا التیتودش و اتیتودش چجوریه؟ توجه کنید که اگر یک کسی بخواد یه تلسکوپی فرض کنید قوی دستش بگیره بگه این حفره به نام فردوسی کجاست، با اون مشخصات نجومی بتونه درست اون نقطه رو ببینه. الان این حفره رو همونطوری که توی چیز نشون داده شده بود در توی دیلی اسپیس دیلی، آقای وارتان پیدا کرد اون حفره رو، اونطوری که ایشون صفحه متراژ کرده بود و گذاشته بود نشون داد توی روی پرده تلویزیون. احنا. البته محلشو دقیقا نمیبری، جومیش هم نشون داد. بله، اون گوشه رو که این همون عکسی که در اونجا هست، مثلا زنده شو از توی آرشیو تلویزیون پیدا کرد و گذاشت. خیلی سپاسگزارم جناب اسماعیل زاده، امیدوارم تندرست و شادکام باشید و خوشخبر از این خبرهای خوب اگر جای دیگه هم در ناسا دیدید ما در خدمت شما خواهیم. حالم که با افرادی فهمیده مثل شما، از اون آقای وارتان، امیر شجره، همه دوستان، همه همکارانتون، بهرام مشیری و غیره تشکر میکنم. ولی یک چیزی هم خدمتون بگم که همیشه بینش و دانش و علم برنده است. مسلماً همیشه و این بینش دانش علم احتیاج داره به نویسنده، به هنرمند، به طوری که در قسمتی از این پرنجه میبینید لئوناردو داوینچی هم گذاشتن، افراد دیگری هم گذاشتن. توجه میفرمایید؟ یعنی تنها گفتن استرونومی یا فضا به حساب کافی نیست، باید یه نویسنده خوب اینو بنویسه، یه گوینده خوب مثل شما بیان کنه. توجه فرمودید؟ بله، سپاسگزارم. یه ریاضیدان خوب، ببخشید وقتتون رو فقط یه دقیقه، یه ریاضیدان خوب، یه فیزیسین خوب، یه کمیست خوب، اینها باید همه اینها رو به حساب همکاری کنن دیگه، نیست اینطور؟ بله، کاملا درسته. خیلی سپاسگزارم. حالا به مناسبت، چون من چند دقیقه دیگه بیشتر وقتم نمونده، شعری هم از فردوسی دارم که متاسفانه شما بس که تلویزیون ندارید یا دارید در اونجا نمیدونم، به هر حال میتونید روی خط باشید گوش بدید این شعری که فردوسی گفته. به مناسبت این نامگذاری من براتون بخونم. پس با اجازهتون من اینو دنبال میکنم. به مناسبت شکست ایرانی ها در جنگ با تازیان، فردوسی چند خطی شعر گفته که با درود به روان پاک اون و با ستایش از این نامگذاری که شده، با شادی از این مسئله، این رو براتون میگم. میگه چو تخت عرب، چو بخت عرب بر عجم چیره گشت. بر عجم؟ بله، عجم، بله. این عیناً اونیست که در فردوسی نوشته شده. چو بخت عرب بر عجم چیره گشت، همه روز ایرانیان تیره گشت. عزت. جهان را دگرگونه شد رسم و راه، تو گویی نتابد دگر مهر و ماه. زمه نشعه و نغمه از چنگ رفت، ز گل عطر و معنی ز فرهنگ رفت. ادب خار گشت و هنر شد وبال، ببستند اندیشه را پر و بال. جهان پر شد از خوی اهریمنی، زبان مهر ورزید و دل دشمنی. کنون بیغمان را چه حاجت به می، کران را چه سودی ز آوای نی. که در بزم این هرزگردان خام، گناه است در گردش آریم جام. به جایی که خشکیده باشد گیاه، هدر دادن آب باشد گناه. چو با تخت منبر برابر شود، همه نام بوبکر و عمر شود. ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده است کار. که تاج کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون، تفو.
دریغ است، دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. درود بر روان فردوسی، مردی که فارسی رو، واژه های فارسی رو زنده کرد، و با درود به شما سرور ارسال. شما یه خواهشی دارم، این اشعار ممکنه با خط زیبای خودتون برای من پست کنید؟ بله، چشم چشم، ممنون میشم. شب و روز شما خوش آقای اسماعیل زاده. آینده باشین همتون. درود بر همه کسانی که برای دانش و بینش در ایران و در دنیا کار میکنن و علم و بینش رو بالا میبرن. درود، زنده یاد مرد بزرگ گیتی، حکیم ابوالقاسم فردوسی. خدا نگهدار. خب بینندگان ارجمند، وقتی نداریم، همه خطای ما پر شده، ولی وقتی نداریم، به یک نفر خط رو من میگیرم ببینم چی میگن. الو بفرمایید. الو، الو، بله، الو. خب فردوسی آوازه نامش به کهکشان ها رسید. حالا دیگه هر کسی که در علم آسترونومی میره فعالیت میکنه و میگرده، میبینه که نامی از حکیم ابوالقاسم فردوسی در کره مریخ زده شده. و این وقتی که اون گروه ساینس، اون گروه دانشمندان میپذیرند این نامگذاری رو، قطعی میشه. یعنی طبق قانونی که در آمریکا هست و در میان انجمن جهانی دانشمندان فضایی هست، این اسپا که گفته میشه و در اون انجمن پذیرفته میشه، دیگه هیچ کشوری اون رو رد نخواهد کرد. با سپاس از وارتان ارجمند، با سپاس از هممیهنان گرامی که زمانی از وقت خودشون به این برنامه دادن، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده باد ایران، کشوری که فردوسی ها می پروراند، ابن سینا ها می پروراند، کوروش ها می پروراند، داریوش ها می پروراند و هزاران هزار مانند اینها رو می پروراند و باز آبستن است تا در آینده بپروراند. پاینده ایران.